این ماشین داینو کردیم S300 یا Z300 و بعد از اینکه رسید توانش یه اولوش 3-4 اسب افزایش داشت. ولی مثلا 10 نیوتن متر حالا بدون نویزشو بگیریم 6 نیوتن. چیزی که خیلی از ما سوال میپرسن که آقا این مکشا رو شما رو داینو چرا نمیبندید و اینا. سلام به کانال یوتیوب شنیگامی سنتر، خیلی خوش اومدین. امروز یه ولاگ دیگه داریم، دوتا داینو داریم. اول از همه بذار بگم که موتور این گالان تمام شد کارش، تایم هم شد. یه دونه آریو داریم داینو، الان امیرزا برد ببندتش رو داینو. الان میرم داینو ببینیم چه خبره، چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم، ببینیم موتور این گالانت رو میتونیم ببندیم امروز یا نه. فشنگی روغن یکی گالانت رو قرار بود عوض کنیم و اینکه دیروز به آخر وقت دستمون رسید. اینم تعویزش میکنیم. پنچر هم که بود نم گفتم یا نه، پنچرش هم گرفتیم که بتونیم برنش تست جاده. احسن دیگه، تقریبا آماده تحویل ماشین. باز بریم یه چک میکنم ببینیم اگه مشکل دیگه ای نداشته باشه تحویلشون میدیم. این از این قضیه. بریم داینو ببینیم چیکار میکنیم. Few moments later. این ماشین داینو کردیم، S300 یا Z300، زوتی یا زوتیه، حالا هر جوری که خودتون دوست دارین تلفظش بکنین. ECU ماشین بوشه، مثل بریلیانسا قشنگ در واقع با کسی که میخواد مپ کنه اول صیغه محرمیت میخونه. یه 20 دقیقه 25 دقیقه صیغه خوندن طول میکشه، بعد ایشالله دیگه مپ ریخته میشه روی ECU. زمان بره. این و بریلیانس جزء ECU هایی هستن که برنامه ریختن روشون زمان بره به نسبت. حالا این ماشین ما داینو کردیم، یه سری لیمیتر ها ادوانس جرقه و داستان های دیگر رو تغییر دادیم. حالا اسپوتینگ اون صفره، یعنی حالتی که بیشترین نویز رو داریم. البته که پاور اون الان PSه، میتونیم اشپیش هم بکنیم. 91 اسب تو این اسپوتینگ بوده، شده 99 اسب و 125 نیوتن متر بوده، شده 137 نیوتن متر. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که افزایش توان و گشتاور رو این موتور کاملا معقول و ایدئال بوده، حدود 12 نیوتن متر پیک به پیک و حدود 8 تا 10 اسب رو کل نمودار، حالا نوای مختلف افزایش توان داشتیم. اما آیا این حد انتهایی این موتور است؟ خیر. حالا چیکار باید بکنیم؟ تحت عنوان یه آپدیت باید یک در واقع مپی رو بحث سوخت این ماشین، حالا در آینده مالک هم هفته آتی اطلاع میدیم، یک مپ در واقع لیمیتر O2 رو تحت عنوان تغییرات سوخت باید در بیاریم رو وینولز و به شکل آپدیت در واقع روی این ماشین اصلاحیمون رو انجام بدیم. حد توان و گشتوار این ماشین بازم میاد بالاتر در مقایسه با حالا موتورهای دیگه. چارج نوازده میتسوبیشی این ماشینه، عدد کاملا منطقی بود ولی بیشتر از اینا جا داره، یعنی عدد خیلی به نظر نویزش هم اینجا خیلی کمتر شد، ولی خب اینجا دیگه چون فول لوده دیگه تمام این نویز هم دلیلش میس فایریه که از سوخت لین این ماشین میاد و غالب ایشیا مثل M17 و غیرم این داستان رو دارم به این واسطه که در واقع حالا اندیگه پاس کنن سر تا تای تخت گاز 14 و 7 15 بعضا سوخت و کمپانی انتخاب کرده. حالا این در واقع این مرحله شد که این کار رو انجام میدیم. در نواحی مختلف نمودار هم میبینین چه اتفاقی افتاد. مثلا اینجا تو این نقطه 117 نیوتن متر بوده، شده 128 نیوتن متر. دور 3500 117 نیوتن متر بوده، شده 131 نیوتن متر. 118 132 نیوتن متر. اینجا مثلا 10 هست، حالا تابع نقاط مختلف حالا ما در واقع سوخت این ماشینه که در استیج بعدی و آپدیت بعدی تنظیم کردیم. شما خواهید دید که این نویز هم کاملا صاف میشه، حتی با اینو واسه اینه که بتونیم پیدا کنیم دقیقاً این دوباره آپدیت جداول جدیدی رو باید داخل وینولز در واقع پیدا کنیم و به عنوان آپدیت توی ماشین انجام بدیم. این هم شده از زوتیه S300 ما. این ماشین حالا دوستانی که میتسوبیشی باز نیستن چارجی 92 میشه 1600، 91 میشه 1500 که این ماشین دوتا موتور روش هست. این مدل بالاییه میشه 92 که 1600 و احسن.
بینش. much later. خب باشه داینو خوش گذشت آقا. بله داینو خیلی خوش گذشت. الان چی داریم؟ تموم شد. الان یه دونه سورن XU7 داریم با ECU زیمنس هدرز اینتیک و ظاهرا منبع وسطشون هم تغییر دادن و احسنت کیت اینتیکشون هم که می‌بینین یه ورودی هوا داخل چراغ یه ورودی هم بعد حالا رو داینو کاپتو زدیم بالا بهتون نشون میدیم. آماده شیم بریم برای داینو و احسن. بنزینشون چیه مرداد؟ بنزین هم معمولیه یه مقداری مثل که حالا داخل سوپر هم هست. بریم ببینیم که چه خبر. I got facts over facts over tracks, this and that, getting slow, spitting fast, got the roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past, and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior. این سورانمون رو آوردیم داینو. این سورانمون این ران فابریکشه. بعد یه چیزی داشتم رضا چی دارم؟ یه اوبیدی دارن از این چیپ تیونه اصطلاحاً بازم معلومه نیترو مارکش برندش که به اوبیدی خود ماشین وصل میشه. الان یه ران فابریک گرفتیم حالا این اوبیدی رو وصل میکنیم. خیلی از بچه ها از قدیم کلن تو پیجم سوال کرده بودن از اون که اینا تأثیرش چطوره. الان قسمت شد که روی این ماشین ما تأثیرش رو به شما نشون بدیم. این ران هم که گرفتیم با این اصطلاحاً حالا OBD مهیج توان و گشت‌آور موتور بعد میریم دیگه سراغ تنظیم ماشین. الان چند تا ران گرفتیم؟ چند تا؟ اولش دیدیم توان رفت بالا ولی گفتیم وسطش دوباره کشیدیم و ویدیو چون دما رو چک نکردیم. دمایی کم خنک بود الان دما گرم شد ماشین توانش شد بالا. ولی این شد الان که نمودار آبی نموداریه که بدون اون کیت OBD نمودار قرمز نموداریه که OBD وصل بوده. یعنی هیچ فرقی ندارن و آبی حتی بیشتر هم بوده و در نهایت فکر نمی فرق خاصی کلا بکنه. باز باید تو رانندگی چک بشه ولی تو داینو که فرقی نکرد مگر اینکه ریسپانس گاز بیشتر بشه یا سرگاز تغییر کنه. اینا چه مهم شاخ شده امروز. این ماشین هم کیت مکشش رو خودشون درست کردن از دو جا هوا میگیره، جای فابریک و از داخل چراغ. حالا این رو PSه من تغییرش ندادم چون میخوام الان بگم رو HP تغییرش بدیم. تفاوت عددا رو شما ببینید دیگه. این الان رو PS بریم برای HP. دو تا نکته، یکی این که الان اینو HP کردیم. این فرق نمودار HP و PS الان. و نکته بعدی در مورد این دستگاه، یه پروسه نصب داشت ما اطلاع نداشتیم. مالک گفتن که اطلاع دادن به ما که پروسه نصب داره، اونم انجام دادیم. یه بار با نصب این، یعنی با اون پروسه ای که مثل این که باید این دکمه رو 5 ثانیه نگه داریم، ولی به نظر من که کاری بیش از ریست نمیکنه این اصولا، ولی حالا باز چک کردیم شد بیشترین توانی که داد این بود. بعد از اینکه گرم شد ماشین شوکت افت کردن. اینم نمودار در واقع آبی رنگ نمودار فابریکه، قرمز رنگ نمودار با این یونیته. این دوتا در صورتی تست شد که ران بعدی ماشین شرکت افت کردن. این یعنی چی؟ یعنی اولش که ران گرفتیم ماشین خب سرد بود، دماش همون به دمای اپریشنال نرسیده بود و اینکه به دمای کاری در واقع نرسیده بود و بعد از اینکه رسید توانش یه اولوش 3-4 اسب افزایش داشت و بعد دیگه از اون نقطه شروع میکنه هی افت کردن، دوباره یه ذره خنک میشه، دوباره هم یه اسب میاد بالا. این میشه نمودار به اصطلاح ثابت دیگه، یعنی یکسان. و این فرق این دو دار الان آبیه بدون اون کیت و قرمز با اون کیت. الان هیچ فرق خاصی نکرده جز مثلا اینجاها که ولی فکر نمی‌کنم این ربطی به اون داشته باشه. خاطر تغییرات دما میتونه باشه. حالا بریم اولین تغییر رو بدیم ببینیم که به کجا میرسه. توضیح دادی این ماشین هدرز داره؟ آره توضیح دادم. اصلا نزدیکی هدرز داره فقط و کیت مکشتان که دیدیم بنزین معمولیه، یه کوچولو هم داخلش مثلا که سوپره و منبع وسطش رو نوست شده بزرگتر شده. هدرز انجینار که؟ هدرز یه چون انجینار سه هدرز انجینار سه
Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. خب داستان این سورنمون خیلی جالب شد. اونم این بود که ما بعد از تغییر روی سوخت میدیدیم که هیچ تغییری ایجاد نمیشه توی توان، خیلی کم این تغییر ایجاد میشه بلوشه مثلا یه اسب. حالا کاری نداریم، سوختش یه جایی نسبتا بهینه هم بود جای فابریکش، ولی یه کیت مکش کاستم داشتن ایشون، دستساز داشتن که به این مشکوک شدیم، یعنی اینه. و با اینکه حالا خیلی طراحی جالبی هم داشت که از دو جا مثلا میکشید و اینا، شاید مثلا برای خیلیاتون سوال باشه خب این از دو جا میکشه دیگه چرا، پس اول بگم چی شد. اول اینو حذف کردیم با اینکه یهو تغییر خیلی دراماتیک روی سوخت داشتیم و سوخت به شدت لین شد. یعنی چی؟ یعنی هوای خیلی زیاد تازه رسید به موتور. حالا این اتفاق یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چیزی ریستریک کرده بوده، چیزی بسته بوده اینو. حالا چی بسته بوده؟ خود این دو از دو راهی که داره میبینی دلیل نمیشه چون لزوما از دو جا داره میکشه بهترین حالت باشه. خود اینجا میتونه رزونانس ایجاد بشه و اینجا تلاطم ایجاد بشه و هوا درست نتونه به موتور برسه. و وسط اینا هم دو تا سایکلون بود که این سایکلون هم خودش عامل مخرب بود برای این قضیه. بعد ما اینو بازش کردیم، یک فقط درچه گاز بود و یه دونه زانوی سیلیکونی که تبدیل شد به با مپ فابریک تبدیل شد به این نمودار، یعنی شد 77 خورده ای مپ فابریک دوباره، یعنی برگشت به نقطه اول. بعد اومدیم سر این سیلیکونیه، یه دونه چون خیلی باد داغو میکشه تو، اشتباه گفتم، این مپ فابریک بود، این مپ فابریک بود. و اینکه اومدیم یه دونه دیدیم چون خیلی هوای خیلی داغ و دقیقاً پشت رادیاتور داره میکشه، یه دونه کیت مکش اینجا بود که ما این حالا اینو قرض گرفتیم از آساسان. این اولین سیلیکونیو بستیم که دیدین شد همون 77 است. بعد اینو بستیم، چیزی که خیلی از ما سوال میپرسن که آقا این مکش ها رو شما رو داینه چرا نیبندید و اینا. یکی از دلایلی که نیبندیم اینه که شما چون همچین چیزی رو روی ماشین شهریتون نمیتونید داشته باشید، که فقط با بستن این و دوباره دقیقا ران بعدی تبدیل شد به این نمودار، میتونید ببینید که تفاوت این دوتا نمودار چقدر. حالا بعد از این که برای این ماشین که تمرکش درست بشه، اصولش اینه که بیان دوباره تنظیم بشه. ولی چیزی که هست این که وقتی صحبت از کیت تمرکش میکنیم که قرار اصولی باشه یا درست باشه، دقیقا همینه، یعنی فقط شما باید به سایز توجه کنید و به اینکه از کجا قرار بکشه توجه کنید. حالا این ماشین برای که باکس براش درست کنن احتمالاً اینجا چون چراغم یه سوراخی داره و اینجا میتونه یه باکس خیلی خوب باشه. حسن آزمیرزا تقریبا ما رو به فستفون گرفتن. این هم از اینو به این دلیل از صبح تاره داینویم و الان هم رسیدیم به 86 خورده ای فکر کنم ران آخر بذارم 41 ران 84 خورده باشه 84 خورده 148 نیوتن امید گشت بایدیم برای بقیهش. روی این سورن بهتون گفتیم دیگه داستان چی شد. حالا یه مقایسه هم اینجا داریم بین یک مپی که فابریکه، اینجا اینتیکمون در واقع معمولیه و اینجا اینتیک معمولیه. آره. اینجا اینتیک حذف شده، حذف شده، اینجا اینتیک قیفی همون قیفه سرش اضافه شده که نشون داده استکایی که هست و موتور وصل شده. حالا داستان چیه؟ ما اینجا وقتی حالا به این اینتیک در واقع به ماشین موتور فاقده اینتیک کاری نداریم، وسط فقط بعد مقایسه میتونین ازش مقایسه بکنین. اما اینجا که در واقع فابریک چیزی که ماشین اومده رو میتونین مقایسه بکنین با حالتی که در واقع این قیفی نصب شده، توانو میبینین. حالا رو خود نمودار تا 5 اسب اومده بالا، 80 شده 83، مثلا 145 تقریبا همون 145، ولی رو خود نمودار مقایسه سبز و در واقع قرمز رو میتونین کامل ببینین که تفاوتاش به چه شکله. مثلا توی این نقطه ما 7 نیوتن متر، اینجا حدود 6 نیوتن متر تفاوت داریم. 7 نیوتن متر باز دوباره اتفاقی که افتاد دیگه. الان این رسید به کجا؟ ما این مپو ریختیم برای این ماشین دیگه، بذار حذفشون کنم که معلوم باشه. ماشین فابریک با هم قیفیه شد، این اینم شد مپی که ما انجام دادیم
بعد از با شرط یکسان این تک، یعنی همون قیفیه که روشه ولاسیتی استک. اتفاقی که میفته اول این نکته بگم در مورد این که ماکس پاور مثلا فرق خاصی ممکن نکرده باشه، حالا اینجا روی نمودار بهتون نشون میشه خب، ولی یه چیزی رو باید در نظر بگیرید. وقتی به ماکسیموم حالت مکش درجه گاز داریم ما میرسیم دیگه، توی اون نقطه حالا سوخت ممکن توی یه نقطه بهینه باشه و عدد زیاد فرق نکنه، ولی روی کل شکم نمودار با اینکه چندین بار تالا تو همه ولاگمون توضیح دادیم، روی کل نقاط نمودار باید ببینید چه فرق کرد. حالا مثلا توی همین حالت یکسان همین دور موتور بالا از 5000 به بالا رو مثلا اینجا 81 74، این آبیه بعد از ریمپ مثلا اینجا شروع میکنه کم کم فاصله گرفتن، این 80 شده 83، 3 هست اینجا اضافه شده، مثلا اینجا بزن 79 82 خوردین دقیقا 80 این 3 هست، یعنی توی این نقطه ها 3 هست اضافه شده. ممکنه ماکس پاور دقیقا یک عدد یکسان باشه، ولی اینجا ها 3 هست، ما تو دور موتور بالای 4-5000 رو اینجا رو بزن چند چطوری 2200 5250 بود، موتور بالای 5300 ما تقریبا شروع میکنه به 3 هست افزایش توان تا آخر دم کاتاف، و اینجا هم که از دم اینجا دوباره 2 هست، اینجا که 4 است، اینجا ما این نویز رو به شدت زیادی داشتیم که آره نویز اصلا برطرف شد. اینجا رو مثلا بزن اینجا مثلا نکن 4 است، اینجا هم 3-4 است اضافه شده کامل بشه. یکی از نکاتی که تو نمودار خونی مهمه اینه، حالا ما اینا رو تو ولاگو سعی می‌کنیم کامل توضیح بدیم که ببینید فرقش رو، که یه ماشین ممکنه یه عدد ماکس توانش یکی باشه ولی اتفاقی که میفته تو نمودار خیلی حرکت متفاوتی داره. مثلا اینجا تا 12 نیوتن متر تو این ناحیه افزایش گشتوار داریم، اینجاها باز حالا کاری به نویز نداریم، ولی مثلا 10 نیوتن متر حالا بدون نویزش می‌گیریم، 6 نیوتن 8 نیوتن، یعنی تقریبا توی این نقطه است که فقط هم پوشانی میکنن، که اینم عواملی که خیلی تاثیر داره، یکی ما شرایط داخل خود موتور باشه، میتونه کاراکتر خود موتور باشه، اینکه الان این قیفیه دیدید که فقط نصب اون قیفیه 5 است اضافه شد، یعنی این نمیشه تخمین دقیقی زد، ولی این ماشین باید با یکی کیت مکش فابریک، یعنی کیت مکش درست که درست شده واسه این ماشین بیان دوباره و با اون کیت مکش بهینه شروع کنیم ما تنظیمات نهایی. این ماشین نقطه کاری الان، این ماشین یکی دو تا مورد داره، یکی بحث کیت مکش بود که عملا ما از دامپ فابریک 1332 نیوتن متر بود و 75-76 شروع کردیم، اولین دامپی که روی ماشین گرفت. این ماشین با این ران اومد پیش ما و بعد از اینکه ما اون کیت OBD رو کندیم و نصب کردیم، حد می‌زنیم ممکنه رو تریم ECU تأثیر گذاشته باشه و بعدش تبدیل شد به ران 5 فابریکش، می‌بینید که 2 اسب اضافه شد، بعد دوباره تبدیل شد به ران فکر می‌کنم 7 تا اشتباه نکنم. حالا می‌بینید اینا هر دفعه اینا رو ما کندیم ریسیت کردیم، که حالا تو اول ولاگ توضیح دادم دیگه، اونم می‌تونید نمودارش رو ببینید دیگه، یعنی این ماشین مالا ممکنه اصلا همین 76 هست تیم نهایی شده بشه، ولی الان خیلی فرق کرده قطعا، ولی البته با این اینتیک درست، چون این اینتیک کلن خیلی اذیتمون کرد. و نکته نهایی این که کلن همه دوستان معمولا رو ماشینه که فابریکه یا هدرز و اینتیک نصب کردن براشون سوال پیش میاد که خب مثلا این ماشین به نظرتون خوب در اومد یا مثلا عیب داشت. دو تا موضوع این داشتیم، بحث اینتک که توضیح دادیم بهتون چندین بار رو نمودار، و یکم بحث نشتی که از سمت هدرز داشتیم، که این دو تا موضوع رو ایشالله مالک باید برطرف کنن، کیت اینتک هم خودشون خوش سلیقن یک کیت اینتک خوب قرار بسازن برای این ماشین، تا حالا ببینیم که داستانش چیه. اما از نظر اعدادی که بخوایم روی XU7 در واقع فابریکه که هدرز اینتک داره، هدرز هم میدونیم دیگه انجیناش اینتکش هم ما فرض بکنیم حالا یه اینتک خوب باشه، 150 نیوتن متر تورک کاملا قابل قبولیه، یعنی بعضن با میل سواپ XUM یا دنده ادجاست و میلای کاملا شهری یا حتی XUM همچین تورکای معمولا به دست میاد، البته اون ولاسیتی استک هم ما داشتیم که ممکن که زن کمتر شده بالا بود، آره که حالا یه تلفات جزئی هم داریم، ولی 148 147 تا 150 عدد کاملا قابل قبولیه. تو بحث توانشون انتظار ما در واقع عدد بالاتری بود توی بست پاور یا ماکسیموم توانی که این موتور میده، در واقع تورک فارغ از انتظار بود اما توانه، یعنی در دور بالا موتور در واقع این ریستریکشن رو داشت که میتونه در واقع مربوط به همون نشتی باشه که از سمت هدرز باشه، دقیقا خود بحث انژکتورا باشه، نیسانیه تا حدی قابل توجه بود ولی حالا یعنی تو رنجمون بود، ولی باز باید چک بکنن بیرون کار. و بحث در واقع
خود نشت رانرهای هدرزمون باشه، چون نشتش از سمت سرسیلند نه از سمت گلوی پایین. این داستان هست، توانی که منطقی بود این موتور میداد حدود 4 از بالاتر یه عدد قابل قبول بود از نظر ما با توجه به نمونه های مختلف. حالا چرا ممکنه که مثلا مشکل از انجکتور باشه؟ مثلا میگین که خب ممکنه براتون سوال بشه، میگه سوخت تنظیم نشد. الان سوخت داره تنظیم میشه، ولی ما نمیدونیم کدوم سیلندره چقدر میپاشه که سوخت کلی نهایی 4 تا سیلندر داره تنظیم میشه. حالا باید حتما چک بشن این انجکتور پاششون یکی باشه، شم داد چک بشه، فیلرش هم همه سیلندر چک بشه. و این ممکنه یه، یعنی ممکن که یعنی 50% احتمال ممکنه همین باشه، چون خیلی مورد زیادی داشتیم رو داینو ما که مشکل از شم بوده، با یه شم رو داینو عوض کردن دو سه اس مورد بالا یا کل نویز نمودار برطرف شد. احسن کنید و احسنت. و تمام، نکته آخرم بگم که احسنت خدا هیچ کار دیگه نه نکته دیگه نه بفهم آقا برو برو آقا برو